آقای ناجی، تکلیف این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تکلیف روشنه. من با شما کاری ندارم، با پدرتون طرف هستم. آقا تکلیف باید روشن بشه. تکلیف روشنه؟ برای پسر شما روشنه، برای دختر من تاریکه. برای دختر شما روشنه، برای فریدون و بندم روشنه. پس فقط برای من تاریکه؟ بله، دختر و پسر جوونن، همدیگر رو دوست دارن، با هم معاشرت میکنن، این خیلی روشنه. بعدم دلشو میزنه، ولش میکنه، اون وقت تاریک میشه. چرا؟ اون میره زن میگیره، اونم میره شوهر میکنه. پسر شما میره زن میگیره، اما برای دختر من شوهر پیدا نمیشه. بنابراین برای شما و پسرتون روشنه، اما برای بنده حقیر و دختر بدبختم تاریک. آقا من از معاشرت با دختر شما لذت میبرم. دیدن این دختر برای من مثل دیدن بهشت و موعود برای شما. یکی شدن دو موجود گناهه؟ نخیر ثوابه. کبابش هم دختر بدبخت منه. دختر شما هم همینی میگه، اونم لذت میبره. دختر من غلط میکنه. من اجازه نمیدم بنازی تو این کنید. باری که نبه دختر من دست نزن. آقا جو خواهش میکنم. خواهش میکنم اعصابتون رو کنترل کنی. خواهش میکنم بریم بشینیم، بریم بشینیم. حیف که پسر این پدر هستی. متاسفانه پدر تو از قلبش همیشه به عنوان یه دستگاه تنظیم کننده گردش خون استفاده کرده. بس کن، خواهش میکنم. قربون شما که همیشه از قلبتون به عنوان کاروانسرا استفاده کردین. بله قربان. چای بردارین. چشم. من حال شما رو میفهمم، اما احساسات این جوانا رو هم درک میکنم. دنیا عوض شده، ما باید با جوانا تفاهم بیشتری داشته باشیم. هیچ کجای دنیا دو نفر به خاطر اینکه عاشق همدیگر محاکمه نمیکنن. آقای عزیز، شما نمیتونید به دخترتون بگید با دیوارای اتاقش معاشرت کنه.